با سلام و درود به شما بینندگان عزیز کانال جدید. حمید اخشناس هستم و همراه همکارم هرمز رها برنامه نگاه روز را به شما تقدیم میکنیم. روز جمعه 15 آبان صدا و سیمای رژیم یک برنامه ای رو از تلویزیونش پخش کرد که بار دیگر توهینی بود به مردم ترک زبان. به دنبال این برنامه اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجبور به عذرخواهی شد. پیرامون این موضوع گفتگو می‌کنیم با محسن ابراهیمی که دعوت می‌کنیم از ایشون، از شما و بینندگان عزیز که به این گفتگو توجه کنید. محسن ابراهیمی، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم به شما و به بینندگان گرامی. محسن ابراهیمی، ماجرای توهین صدا و سیما به مردم ترک زبان چی بوده؟ در بخش دوم بسلا شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌ای پخش میشه که در این برنامه ظاهراً مهمونای هتل ترک زبان هستند و در اون برنامه این مهمونها ظاهراً متوجه نیستن بین فرچه دستشویی و به اسلام مسواک چی هست و این باعث میشه که بوی اتاق بوی توالت میده و بعد دیگه کل ماجرا تحقیر و به اصطلاح توهین و اهانت و همه ایناست توسط اون رئیس هتل به این مهمونان ترک زبان. من خود داستان رو نمیخوام اصلا ادامه بدم، برای اینکه به شدت مبتذله، به شدت تحقیرآمیزه و به شدت توهین‌آمیزه. جالبه، صدا و سیمای یه حکومت، صدا و سیما توی برنامه‌ای که ظاهراً هم برنامه ظاهراً پربیننده است میگن خودشون، حالا جمهوری اسلامی برنامه نداره که پربیننده باشه، برنامه کودک هم هست که خود این اراذل و اوباش حکومت اعلام کردن که میخواستن از این طریق به بچه‌ها به اصطلاح مسواک زدن رو یاد بدن، توی این برنامه، در برنامه رسمی یه حکومت، یه مملکت، به مردم، به ده ها میلیون مردم رسما توهین میشه، رسما تحقیر میشن، رسما میگن اینا فرق دست به اصطلاح فرچه و تو چیزو نمیدونن، مسواک دهن رو نمیشناسن. این توهین آشکار بلافاصله مردم خشم و نفرت مردم رو برانگیخت و مردم در مقابلش به اعتراضات گسترده دست زدن. البته اینجور اتفاقات در رسانه‌های دولتی بی سابقه نیست. تحقیر و توهین مردم مناطق مختلف بارها اتفاق افتاده، از جمله در سال 85 اگه یادتون باشه روزنامه ایران هم به چنین برنامه مبتذل، به چنین توهین و تحقیر مبتذلی دست زد که در اون یه بخشی از مردم به سوسک تشبیه شده بودن که همون موقع هم اعتراضات بسیع علیه حکومت اسلامی راه افتاد در آذربایجان. آیا این برنامه به نظر شما آیا یک هدف خاصی داشته یا بی موالاتی تهیه کننده و کارگردان بوده یا اینکه عمدن این موضوع پخش شده؟ اگر عمدن بوده چه هدفی رو صدا و سیما دنبال کرده؟ مقامات حکومتی که به طور جدی نگران شدن و دقیقاً هم به خاطر همین نگرانیشون علاوه بر اینکه ردیف کشیدن و پشت سر هم دارن عذرخواهی میکنن، به غلط کردن افتادن، ولی خودشون اعدام کردن که این یه بی‌دقتی بوده. در رسانه رسمی، در یه بخش برنامه تلویزیونی مربوط به کودکان، برنامه مبتذل اینجوری پخش میشه، روشنه که مثل روز روشنه که هیچ گونه بی‌دقتی عامل و فاکتور اینجا نیست. به نظر من خیلی آگاهانه حکومت اسلامی، محافلی از داخل اون این حکومت به نظر من خیلی آگاهانه تلاش میکنن با چنین برنامه‌هایی بین مردم تفرقه بندازن. به همین سادگی میدونن که جامعه ایران همیشه آبستن تحولات و اعتراضات گسترده است. اینو میدونن، مخصوصا که الان دوران بعد از توافق مردم گفتن که به اصطلاح حق مسلمشون چیه، جامعه مدنی، حقوق مدنیشونه. میدونن که امکان رشد و گسترش اعتراضات در جامعه ایران وسیع. همین اخیرا شاهرخ زمانی در زندان که به نظر من کشته شد، در هر صورت زندان اگه یه کارگر مبارز بمیره معلومه که محصول فشارهای وسیعی که بر اون کارگر تحمیل کردن. دیدیم در تبریز مردم اومدن خیابون، مردم اومدن در سر خاک شاهرخ زمانی، گفتن شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه ماست. حکومت اسلامی اینا رو میبینه. این در آذربایجان اتفاق افتاده، میبینه و روشنه که برای حکومت اسلامی اتفاق، اتحاد
مبارزه متحد مردم سم خطرناک میترسه نگرانه و من فکر میکنم با این برنامه سعی میکنه انرژی اعتراضی مردم رو منحرف کنه به جای اینکه به علیه جمهوری اسلامی باشه مردم به جون هم بیفتن که باید هوشیارانه این سیاست کثیف رو خونسا کرد. محسن ابراهیمی خیلی وقت نداریم ولی برای ما و بینندگان عزیزمون توضیح بدید که واکنش مردم تا الان در رابطه با این اتفاق و این برنامه چی بوده؟ تقریبا میشه گفت در همه شهرهای بزرگ آذربایجان از جمله تهران، در زنجان، تبریز، ارومیه، اردبیل، مشکین شهر و خیلی جاهای دیگه مردم در سطح وسیع اومدن خیابونا، البته استانداری ها و فرمانداری ها و نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه و اینا همه جلوتر بسیج شده بودن چون جوان ها اعلام کرده بودن که ساعت 4 روز دوشنبه میخوان تظاهرات کنن، بسیج شده بودن که اوضاع رو کنترل کنن و اعلام هم کردن، خودشون دارن میگن که ما اومدیم به اصطلاح مردم کنترل شدن، اتفاقات زیادی هم نیفتاد، ولی ما دیدیم که در همه شهرها مردم در سطح وسیع اومدن خیابون و با نیروهای پلیس و امنیتی و بسیج درگیر شدن. در خیلی از جاها عکسایی که پخش شده کاملا نشون میده درگیری ها رو و خیلی جالبه در اینجا شعارهای زیادی داده شد، شعارهایی که خیلی هاشون کاملا در تقابل با نیروهای امنیتی بود، از جمله خطاب به نیروهای امنیتی در تبریز فکر میکنم ویدیو کلیپ ها اینو نشون میده، میگفتن وقتی نیروهای امنیتی رد میشدن خطاب به اونا مردم میگفتن بی شرف بی شرف، بعد مردم رسما میگفتن که علیه راسیسم اومدیم خیابون، باید راسیسم در ایران علیه مردم ترک زبان باید قطع بشه، شعارهای زیادی از این قبیل، از جمله به رسمیت شناختن زبان ترکی به عنوان زبان رسمی خواست مردم بود، همه اینا رو مردم در تظاهرات ها میگفتن، در همین تظاهرات ها میگفتن و خیلی جاهان با نیروهای امنیتی خیلی تلاش کردن ولی نتونستن، قادر نشدن به اصطلاح مهار کنن اعتراض مردم رو. این اتفاقات احتمالاً ادامه هم خواهد داشت، البته خیلی از جریانات ناسیونالیست هم تلاش کردن شعارهای وارد اعتراضات مردم بکنن که اگه همجور که شما اشاره فرمودید، البته ببخشید از شما بینندگان گرامی اشکالی در صدا هست که امیدوارم که برطرف بشه. محسن ابراهیمی اگر که صدای منو حتما دارین، شما اشاره کردید به ناسیونالیستای ترک زبان یا قوم آذر، به اصطلاح قومگرای آذری، اینا همیشه این موارد که اتفاق میفته بستر مناسبی برای اینا میشه، اینا تا کنون چه واکنشی نشون دادن و معمولا اینا چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ ببینید وقتی مردم روشنه که خشم و اعتراض خودشون علیه حکومت دارن نشون میدن، بهانه دنبال بهانه هم، به این بهانه خوبی، البته بهانه هم هست که بالاخره تبعیض علیه مردمه و مردم حق طلبانه اومدن در مقابل این تبعیض، در مقابل این توهین دارن مقابله میکنن، اعتراض میکنن. جریانات قوم پرست و ناسیونالیست ترک یا آذری اینجا تلاش میکنن از این آب گلالود ماهی بگیرن، اینا هم سعی میکنن روحیات نجات پرستانه، قوم پرستانه ترک ها رو علیه پارس ها بسیج کنن، به اصطلاح دامن بزنن. جالبه حکومت اسلامی میخواد بین مردم اختلاف بندازه، جریانات ناسیونالیست هم دقیقا تو همون دام میخوان مردم رو به اون دام بندازن، یعنی اونا هم بین مردم میخوان اختلاف بندازن. به عنوان مثال مردم یکی از شعاراشون این بود که توت دیلنده مدرسه اولمالد هرکسه، به زبان ترکی مدرسه برای هرکس لازمه، باید رسم بشه. ناسیونالیست های قومپرست سعی میکردن این شعار رو تبدیل کنن به اصطلاح علیه زبان فارس، میگفتن اونا هم سعی میکردن اینو بگن که به اصطلاح ترک دیلی غیرت دیلی فارس دیلی ایت دیلی، یعنی زبان ترکی زبان غیرت، زبان فارسی زبان سگه. میخوام بگم این اعتراض به حق مردم، این درخواست به حق مردم برای اینکه مدرسه به زبان ترکی داشته باشن، بتونن ابراز وجود سیاسی و انسانی خودشون به زبان خودشون داشته باشن، از طرف ناسیونالیستا سعی میشه به عنوان مثال به این شعار تبدیل بشه. من میخوام بگم ناسیونالیستا دقیقاً در همون مسیری قدم برمیدارن که جمهوری اسلامی برمیداره، میخوان اتحاد مردم رو به هم بزنن، میخوان اتحاد کارگر و جوون و زن ترک و فارس و زبانهای مختلف رو به هم بزنن، برای اینکه حکومت از این میترسه و اینجاست که هوشیارانه باید در مقابلش ایستاد و جنبش اعتراضیمونو لبه تیز حملمونو باید خود حکومت اسلامی که منشأ این همه چی است، از جمله تبعیض علیه مردم مناطق مختلف مردم به زبانهای مختلف. محسن ابراهیمی
ما وقت زیادی نداریم، ولی شما درست فرمودید که مردم به دو گروه اینجا مقابله میکنن، یکی با ناسیونالیستای ترک و یکی هم سیاست های دولت. عموما مردم باید چه عکس العملی در رابطه با این دو جریان نشون بدن؟ وقت زیادی نداریم، ولی لطف بفرمایید کوتاه بفرمایید. خیلی روشن به نظر من باید گفت که ما مردم باید در مقابل جمهوری اسلامی همونجوری که داریم اعتراض میکنیم به هر اثر بهانه استفاده باید بکنیم، اینو ادامه بدیم. ما باید با مبارزه متحد خودمون اجازه ندیم حکومت اسلامی هیچ جایی برای هیچ بخشی از مردم تبعیض قائل شه، ولی در عین حال باید هوشیار باشیم اجازه ندیم جریانات قوم‌پرست بین ما مردم ترک زبان و ما مردم فارس زبان، بین ما مردم عرب زبان و کرد زبان اختلاف بندازه، برای اینکه این برای مبارزمون به خاطر رهایی از این حکومت سمه. باید هوشیارانه در مقابلش بایستیم و اتحاد خودمون در مقابل حکومت اسلامی محکم تر کنیم. بسیار خوب محسن ابراهیمی، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به برنامه نگاه روز دادین. خیلی متشکرم. و تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی به خاطر توجهتون به این برنامه. ساعات و روزهای خوشی را برای شما آرزو میکنم.